سلام. در 24 ساعت گذشته 92 تن از بیماری کووید 19 در کشور جان باختند و 1384 تن دیگر به این بیماری گرفتار شدند. در همین حال مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن در حال که از افزایش بیماران کووید 19 نگران هستند، هشدار می‌دهند که اگر مشکل کمبود اکسیژن و بستر در این شفاخانه از میان برداشته نشود، وضعیت با گذشت هر روز از اداره بیرون خواهد شد. وزارت صحت عامه گفته که به این مشکلات رسیدگی خواهد شد. اما مبارزه با ویروس کرونا چگونه پیش می رود؟ کمیته اضطرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این روزها مصروف چیست و هم آهنگی میان نهادها در کار مبارزه با ویروس کرونا چگونه و در چه حد است؟ مهمانان هم در این برنامه آقای محمد فاضل شریفی، معین امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری کابل، و دکتر دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در استودیو هستند. بسیار زیاد خوش آمدید مهمانان گرامی. نظری سه با شما آغاز بکنیم. نخست درباره انتشار ویروس جزئیات بیشتر، همچنان در حال افزایش هست یا احتمالا رسیدیم به قله؟ متاسفانه ارقام در وزارت صحت عامه افغانستان چیزی را که نشان میده، هنوز ما رو به افزایش هستیم و این نگران کننده هست برای وزارت صحت عامه افغانستان. مدل را که ما پیش بینی کردیم، باید در هفته گذشته ما به اوج واقعات می رسیدیم و از اول این هفته باید تعداد واقعات ما رو به کم شدن می بود. متاسفانه همچون یک چیزی را ما در گراف خود نمی بینیم. به این معناست که احتمالا یک هفته دیگه موج طولانی شده و هنوز ما تعداد واقعات ما رو به افزایش است. درستی تخمین بر اساس چی بوده؟ ما وقتی موج اول و موج دوم را در نظر گرفتیم و همزمان میزان مصابیت، میزان اشغال بستر، شاخص‌های متعددی هستند که اپیدمیولوژیست ها در کمیته ساینس در وزارت صحت عامه افغانستان یا را ارزیابی میکنند و بر اساس از او پیش بینی میکنند که طول یک موج چقدر خواهد بود. با او اساس چیزی را که پیش بینی شده بود، ما باید هفته گذشته که ختم هفته بود که به اوج می رسیدیم و از این به بعد باید تعداد واقعات ما رو به کم شدن می بود، ولی متاسفانه ارقام امروز را وقتی ما می بینیم نشان دهنده کاهش در واقعات نیست و هم قسم وقتی میزان اشغال بستر را در شفاخانه ها می بینیم، متاسفانه عین چیز است. بسیار خوب. کمیته اصرار جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هنوز هم کار میکنه؟ خوشبختانه که با هماهنگی بسیار نزدیک با وزارت صحت عامه افغانستان، تمام کمیته ها در تمام ولایت افغانستان همکاری همه جانبه خود دارن. در قسمت محدودیت هایی که ما پیشنهاد کردیم، شاروالی های ولایت ها به شمول شاروالی کابل خوشبختانه همکاری لازم را دارن با وزارت صحت عامه افغانستان. بسیار خوب. یعنی کمیته کار میکنه؟ در رأس معاون دوم رئیس جمهور بود، نشست برگزار میکنه؟ متفاوت تر است. در این موج جلاد ماب رئیس جمهور خودشان کمیته را رهبری میکنن. امروز هم ما صبح مجلس را داشتیم. معمولا بر اساس پیشنهادهای وزارت صحت عامه افغانستان کمیته برگزار میشه. در غیر از او کمیته های ولایتی اصرار که والی صاحب ها در رأس کمیته ها هستند، با تمام ریاست های سکتوری در سطح ولایت مربوطه کارهای خود انجام میدن. درست. 24 نهاد نمایندهش حضور می داشته باشه در نشست. در نشست امروز نبودن از تمام نهاد. وقتی نیاز به یک سکتور باشه، ما پیشتر گفتم متفاوت از موج اول و دوم وزارت صحت عامه و حکومت افغانستان مسئله را به پیش میبره. اما این وقتی ما پیشنهاد را میکنیم که کدام وزارت ها را در کدام جلسه اضطرار نیاز داریم، بر اون اساس و ارگان های مربوطه دعوت میشه. درست. یعنی در نشست عمومی همچنین می باشه؟ دقیقاً. ببینید، ما نباید وزارت ها و سکتور هایی که با ما همکار هستن وقتی از دور ضایع بکنیم به مجالس متعددی. همون قسم که گفتم، اگر ما نیاز برای داشته باشیم که وزارت مربوطه در کمیته که ما داریم اجندای مربوط به اونا هست که باید باشن، ما مطمئنا وارد دعوت میکنین و چون سکرتریت این کمیته را وزارت صحت عامه افغانستان داره و ما هستیم که پیشنهاد میکنیم به حکومت افغانستان که کدام سکتورها، کدام وزارتها، کدام ارگانهای دولتی و حتی شخصی باید جزءی از این نشست عمومی بوده. نشست برای ریاست آقای غنی مهم نبوده؟ تمام نهادها حضور می داشتن، فیصله جمعی صورت می گرفت. من باز تکرار میکنم، بر اساس اجندا ارگان های مربوطه را ما دعوت میکنیم معمولا.
بسیار خوب. یعنی نشست های با ریاست رئیس جمهور از کمیته اصرار هر روز یا یک روز در میان برگزار میشه؟ هر روز نه، بر اساس نیاز و بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عام افغانستان. بعضی از اوقات در یک هفته دوبار این جلسه اتفاق میفته. نشست قبلی چه زمانی بود؟ نشست قبلی دقیقا در روز پیش از امروز بود که ما پیشنهاد کرده بودیم و در اون نشست شدیم. بحثایی چون محدودیت ها مطرح شد، بحثایی چون چی کارهایی را باید بکنیم، یک گزارش عمده از وزارت صحت عام افغانستان را در اوجه داشتیم و بازی کمیته بود که امروز دایر شد. و هم قسم در صورتی که نیاز باشه، ما رئیس جمهور گفتن با وجود تمام مشکلاتی که دارن، در صورتی که وزارت صحت عام خواسته باشه، همه روزه میتونه این مجلس باشه. تشکر بسیار. آقای شریفی، امروز در نشست به ریاست آقای غنی در ریاست جمهوری درباره موج سوم ویروس کرونا، شهردار کابل هم حضور داشت، نمایندگان از شهرداری کابل. چه فیصله شد در این نشست؟ تشکر. فیصله که امروز، فیصله که امروز صورت گرفت، در تداوم فیصله هایی بود که در مجالس قبلی داشتیم. تاکید بر تطبیق دساتیر صحی و رهنمود هایی که وزارت محترم صحت آمد این زمینه دارن و مکلفیت دارد در تطبیق هدایات که از جانب وزارت صحت آمد در زمینه مبارزه با شیوع کرونا صادر میشه. اینا هم وقتاً فوقتاً پیگیری میشه، هم در مجالس اجراعات دارد در زمینه استماع میشه و هماهنگی ها بخاطر از یک بیشتر از پیش تقویت شوه. درست. کل نشست مختصر به همین مسائل شد؟ طبعا گزارش اون مجموعی است که وزیر محترم صحت عامه ارائه کردن. درست. بعدش هم هر اداره نظر به مسئولیت دستهای کار خود اقداماتی که داشتن رو توضیح میدن. بسیار خوب. درباره فیصله های آینده هم بحث شد. از شما میپرسم در این باره که چی بکنین و چه شب همکاری با نهادهای مربوط به ویژه با وزارت صحت عامه در چه حد است، چگونه انجام میشه؟ شما به عنوان نهادی که باید نظارت بکنین از محدودیت ها و عملی بسازین محدودیت ها را و تدابیر بهداشتی را، چقدر همکار هستین با وزارت صحت؟ تشکر. ما با توجه از تجاربی که از موج اول و موج دوم شیوع ویروس کرونا داشتیم، یک همکاری تنگاتنگ با وزارت محترم صحت عامه از آغاز موج اول ویروس کرونا با وجود آمده بود و همو همکاری به شکل بسیار منسجمش ادامه داره، نه تنها وزارت محترم صحت عامه بلکه نهادهای محترم امنیتی و تمام اتاقای پیشوران، اتاق تجارت، تمام نهادهایی که در سطح شهر کابل زیر دخل هستن، هماهنگی کامل در این زمینه وجود داره. بسیار خوب. چه کردین تا حال در بحث محدودیت ها؟ شهرداری کابل در حوزه‌های مختلف در این زمینه فعالیت داشته، بخصوص در 6 حوزه ما بیشترین حضور داشتیم. در بخش آگاهی رسانی یا اطلاع رسانی ما تقریبا حدود 885 گذری که در شهر کابل داریم و صدها شورای دیگی که در سطح شهر کابل، شورای جوانان، شورای زنان، شورای علما، شورای جوانان و نهادهای محترم جامعه مدنی داریم. ما از بود آگاهی دهی وقتاً فوقتاً با اینا مجالس داریم. چقدر موثر بوده آقایشون؟ مسئولیت بیشتر بوده نظر به موج اول. شما چند نفر میبینین ماسک داشته باشه؟ ماسک که پوشیدنش اجباری است؟ طبعا این متاسفانه وضعیتی است که همشهری های ما از بود آگاهی رسانی، از بود اطلاع رسانی هیچ کوتاهی صورت نگرفته. فقط بحث در ازی است که چرا اثر نداشته؟ بحث در از متاسفانه ویروس بسیار کشنده تر گذاشته است از موج نخست و دوم، اما مردم بی پروا جای کار میلنگه. ما مسئله ده که در صلاحیت شهرداری کابل است آگاهی رسانی کردیم، اطلاع رسانی کردیم. درست. و همیشه از شهری عزیز خود خواهش مایی است که جدا جدا دساتیر صحی را تطبیق محدودیت ها هم برمیگرده به شهرداری کابل. تطبیق محدودیت ها امنیتی. بله، در سطح افراد این که شهرداری کابل یا هر اداره دیگه بتونه هر فرد وادار بسازه که از ماسک جبران استفاده کنه، یک مسئله جداگانه است که در هیته صلاحیت شهرداری کابل نیست. و بحثی که ما فرضاً در بخش مسدود سازی سالن های عروسی، سالن های فاتحه خوانی، نظارت از رستوران هایی که غذا عرضه میکنن، نظارت از اصنافی که بیشتر مواد مثل گوشت و لبنیاتی مسائل عرضه می کنند، نظارت از وضعیت نرخ مواد ارتزاقی در بازار، بحث ضد عفونی سازی شهر کابل، بحث تنظیف و مغیر از اینکه پروسه روزانه تنظیف خداریم. درست. در این موج ما بیشتر از پیش زمینه تلاش داشتیم و سایر اوزایی است که و در در این موج هم ضد عفونی می کنیم.
بس از عفونی سازی ما آمادگی لازم داریم، هر زمانی که وزارت محترم ساعت و هر جایی را لازم ببینن ما امرشان هم کار هستیم. درست منزدیک به قله هستیم آقای شریفی، فقط این صلاحیت وزارت محترم ساعت آمد دارن، در هر جایی که نیاز بود شهروالی کابل و ادارات دیگه همراهشان هم کار است. درست سیرم از آقای نظری میپرسون تا حال چرا نیاز نشده؟ شما به رستوران ها واقعا سر میزنین میبینین وضعیت را؟ بله. دوره یک میز چند نفر در ما تالارای عروسی مکمل نه خیر تالارای عروسی نیرین رستوران هایی که غذای چاشت و شب به مهمانانشان تهیه میکنن چند بار در کدام بخش ها سر زدین؟ وضعیت چگونه بودن؟ ما خوشبختانه ده به صورت 24 ساعته شهروالی کابل فعال است. ما تیمای دوکریوال برای هر شب برای 4 زون داریم، غیر از اینکه تیمای ما روزانه نظارت میکنن مطابق هدایتنامه‌ای که وزارت محترم ساعت آمد این زمینه دارن. تمام ما هم اثر گزارش آقای شریفی خبرنگار ما سر زدن امروز در راه به رستوران ها در شهر نو. چند روز پیش یک همکار ما به خاطر خوردن غذا رفته بود، از وضعیت نابسامان سخن گفته. اولا چه کرده میتونین؟ در حد توصیه یا اقدام هم میکنین؟ خیر، ما بستگی به وضعیت واحد داره که در جریان نظارت او به مشاهده میرسه. واحدهایی که تخلف ورزیده باشن اینا مسدود میشن. درست. چند واحد بستین تا؟ ما ده ها واحد شهر کابل مسدود کردیم. در کجا؟ در ساعت مختلف شهر، در سایه. بله. آمار دارین در کجا بسته شده؟ کدام رستوران؟ بله، ما مشخص رستوران های بزرگ تالارای روسی را خدمت شما عرض کردم. در رستوران های غذاخوری هر رستورانی که تخلفش آشکارا مشهود باشه او مسدود میشه. بله. بستین تال؟ یکی داده بستین. بله. در کجا؟ در ساعت مختلف شهر رستوران های شهر کابل در 22 نای ما رستوران داریم، صدها رستوران داریم. نمونه برین، نام نگیرین، فقط بگوین در کدام محلات در کجا بسته است، بر چند روز بسته شده. ما اسم مشخصش ندارم امروی خود، اما هر زمانی که شما نیاز داشته باشین اسای مشخصش از مسئولین مربوطه خود با شما شریک بسازم. بسیار خوب. از بسای شهری هم نظارت میکنین یا شامل محدودیت ها نیست؟ بسای شهری ما فقط با اصناف صحبت کردیم، بسایی که خود شهرداری کابل، بسای با به شکل آزمایشی که فعالیت خود آغاز کرده بودن متوقف شدن. بسای بسا مسافربری شهری متوقف شده و موتورهای مسافربری شهری ما صحبت کردیم و ازشان تقاضا کردیم که جدا رعایت کنن و نظارت جدی در این زمینه وظیفه پلیس محترم ترافیک است که اونا وسایطی که بیشتر از راکبین را وزارت محترم ساعت آمد توصیه کرده حمل میکنن اونا امرایشان باید برخورد قانونی درست در زمینه کار نشده. شما میبینین هر روز در شهر و بازار در مسیر راه خانه و دفتر. آقای نظری نیاز به ضد عفونی بخش های از شهر نشده تا حالا؟ یک موضوعی که متفاوت است نسبت به موج سوم، چیزی را که برداشت عمومی از ویروس در موج اول بود که باید تمام شهر ضد عفونی شود، تمام اماکن عمومی باز سوز ضد عفونی شود، در موج سوم وقتی ما پروتکل را دور در واقع تبدیل ساختیم و تازه ساختیم، سازمان صحی جهانی توصیه را نمی کنه. منابع بسیار زیاد مصرف میشه و ویروس در فضای آزاد آنچنان نمیمونه. درست. کل شهر جای مشخص نیاز داره. دقیقاً. ببینید، حتی جاهای مشخص هم یگانه چیزی که در جریان یک سال و چند ماه گذشته در کل دنیا وزارت های صحت عامه و سازمان صحی جهان آموختی بود است که ویروس کرونا فقط از طریق تنفس بیشترین انتقال را داره، یعنی فیصدی را بالاتر از 90% تنها از این طریق است. و این معناست که نیاز جدی بر ضد عفونی کردن وجود نداره. یعنی پروتکل جدید سازمان صحی جهان رو توصیه سازمان صحی جهان ایران نمیگه که شما باید شهرها رو ضد عفونی بکنید و عملا شهرها نمیبینید. بخشای مشخص ایران، حتی بخشای مشخص ایران در شهرداری بیهوده تدابیر گرفته امکانات دارن. این بحثایی بوده که از موج اول و موج دوم بود در پروتکلی که در موج اول موج دوم بود و در ساعت افغانستانی رو پیشنهاد میکرد سازمان صحی جهان رو توصیه میکرد، ولی در موج سوم همچون یک توصیه وجود نداره و نیاز آنچنان بر ضد عفونی جاهای کلان نیست. بله، به خانه خود ما میتونیم به خاطر اینکه خود مطمئن بسازیم یک قسمتی از دستگیرهای دروازه را یا چیزها را ضد عفونی بکنین، ولی باز تکرار میکنم بیشترین انتقال ویروس در چیزی را که ما آموختیم در جریان یک سال و چند ماه گذشته و سکتور صحت افغانستان و تمام دنیا آموخته او است که انتشار ویروس و انتقال ویروس از طریق تنفس میشه و معمولا در فضاهای بسته میشه. درست. نه در فضاهای باز و جایی که ضد عفونی کردن آنچنان تأثیری بر توقف انتشار ویروس نداره. درست. نهادهای دولتی که کار میکنن در فضای بسته نیاز به ضد عفونی نداشتن؟ نه،
دلیلش چی است؟ دلیلش چی است که در صورتی که ما ماسک بپوشیم، در صورتی که ما از ماسک استفاده کنیم، در فضای بسته نیاز به ضد عفونی کردن نداره. درست. شما سر زدین به نهادهای دولتی چند نفر ماسک میپوشن آقای نظری؟ وزارت اطعمه افغانستان مسئولیتش ارائه معلومات، عرضه خدمات صحی و وضع محدودیت ها هست. تدبیر نظارت بکنه شهرداری از نهادهای کمیته های اضطرار ولایتی که والی سر هر ولایت نهادهای مرکزی مثلا در وزارت هایی که در کابل موقعیت دارن وضع چگونه است؟ شما میدانین که همه کارمندان ماسک دارن؟ هر وزارت را وزارت اطعمه افغانستان جداگانه برایشان طرز العمل ها رو روان کرده و از خواسته شده که ایره باید عملی بسازه. بسیار خوب. پلان عمل ملی داریم؟ درست؟ عمل میشه؟ عملی میشه؟ دقیقا که میشه. ما تا امروز را وقتی در این مرحله رسیدیم دقیقا بر اساس پلان هایی که در پلان مبارزه با موج سیوم کرونا گنجانیده شده بود و در ابتدای موج سیوم کرونا توسط کمیته اصرار که رئیس جمهور را پیش می بردن مورد قبول قرار گرفته بود و اون اساس پیش میره. تمام محدودیت هایی که وضع شده، کارهایی را که انجام میشه، مقادیری که در صورتی که نیاز باشه، چیزایی را که ما تعریف کرده بودیم، در صورتی نیاز باشه ما از کشورهای همسایه اکسیژن را میخوایم، در صورتی نیاز باشه اکسیژن پلانت های بیشتر را تدارک میکنیم، در صورتی نیاز باشه تعداد بسترها را زیاد میکنیم، در صورتی نیاز باشه محدودیت های بیشتر را وضع میکنیم. تمام از این ها قدم به قدم در پلان عملیاتی مبارزه با موج سوم کرونا از قبل تعریف شده بود که ما در واقع بر اساس اون مشخصات و تعریف هایی که شده بود مرحله به مرحله از او استفاده میکنیم و پیش میریم. بسیار خوب. تشکر بسیار. آقای نظری شریفی، در بحث پرسش هایی که بیشتر از شما داشتم میخوایم چند پرسش ضمنی در باره به خاک سپاری کسانی که مشخصا از بیماری کووید-19 جانهایشان را از دست میدن، سازوکار چیست؟ تشکر. ما به شاروالی کابل مسئولیت را در قبال به خاک سپاری افراد داره، فقط افرادی که سرپرست نداشته باشند، مجرور الهویه باشند، اینا از طریق طب عدلی وقتی به شاروالی کابل معرفی میشن، شاروالی کابل با مسازکارهایی که وزارت محترم صحت آمد اختیار ما گذاشته، با مسازکارها اینا را انتقال میتوه و هدیره که در این زمین ما تدارک شده از قبل در هدیره اونا به خاک سپرده میشن. درست. بیماران دیگه که جان میتن از بیماران دیگه شوشن. فقط مسئولیت خود شفاخانه های ماست که شفاخانه وقتی بیمارایی که در شفاخانه یک مربوط ویروس کووید 19 به تداویش اختصاص داده شده، دو مطابق میکانیزمی که از طرف وزارت محترم صحت آمد تعریف شده، مطابق هم میکانیزم اونا این پروسه رو پیش میبرن. درست. به خانواده ها سپرده میشن. مراسم فاتحه و جنازه محدودیت داره که باید نظارت بکنم؟ شاروالی کابل در بخش سالونای فاتحه خانی که ما مستقیم مسئولیت داریم، سالونای فاتحه خانی زنانه، ما از 22 جوزا اونا رو مکمل مسدود ساختیم و بر همشهری خودم اطلاع رسانی کردیم. درست. که 7 روز پیش شد؟ بله، زمانی که وزارت محترم صحت عام از تاریخ 22 جوزا همین دستور نامه صادر شد. درست. و در قسمت مساجد هم وزارت محترم حج اوقاف و علمای کرام صحبت کردند که در مساجد هم در قسمت مسائل فاتحه خانی هم شرعی ما باید این نکات رعایت کنند. درست. شما مشخصا در برای مسجد در بخش مساجد وزارت محترم ارشاد و حج اوقاف؟ درست. شما مسئولیت نداره. بسیار خوب. آقای نظری، 7 روز پیش سالن های فاتحه خانی بسته شدن، درست زمانی که عفو بین الملل هشدار داد از بیرون شدن وضع از کنترل و آن هم با شتاب، در صورتی که پلان عمل ملی هم داشتیم اقدامات بسیار با تأخیر صورت نگرفته به موقع. ما وقتی میخوایم یک محدودیت را وضع کنیم، درست، چیزی که در پلان عملیاتی تعریف شده بود و این بود که کدام محدودیت چی مقدار از گردش ویروس را میتونه متوقف سازه، چرخه گردش ویروس را به چی اندازه متاثر میسازه. در سطر از این جدول وقتی ما میبینیم جاهایی است که ما بین 9 تا 10 میلیون فرد را در او تحرک داریم همه روزه، اماکن بخشای تدریسی و تعلیمی ما. در بحث دوم وقتی ایره مطرح ما میدیدیم که بیشترین جاها تالارای عروسی هستند. بحث سوم را وقتی ما مطرح میکردیم امام ها، اوزای ها بازی و رستورانت ها بودن. مرحله چهارم ما میرسید به سالون های فاتحه خانی که در مرحله چهارم بودن و ما بر اساس اونمو پلان از قبل تعریف شده مقدار متحرکینی که مربوط به هر بخش میشدن او را دیده
پلان هایی را که باید محدودیت های برای وضع شد و او را وضع کرده رفتیم تا به مرحله رسید که ما به تمام فاتح خانی ها را هم گفتیم که باید بسته باشند و مراسم فاتح خانی گرفته نشود. به این دلیل بود که ما دقیقا مرحله به مرحله پیش آمدیم و تا زمانی که رسید که ما عملا این را اعلان کردیم. به این دلیل ما گفتم بر اساس قدموار بر اساس پلان عملیاتی مبارزه با کرونا ما پیش رفتیم. بسیار خوب. آقای شریفی، چی پیشنهاد داشتین در نشست امروز و ریاست آقای غنی رئیس جمهور کشور؟ تشکر. پیشنهاداتی را که از جانب شورای کابل و توسط شورای محترم کابل مطرح شد، بحثی است که پیشنهادات در زمینه مبارزه با چگونگی مبارزه با کرونا مطابق دساتیر صحی است، مطابق رهنمودهای صحی است. شورای کابل در این زمینه همکار است و هر دستور صحی یا رهنمود صحی که از وزارت محترم صحت عامه صادر شد ما در این زمینه همکار هستیم. فقط تقاضای ما از همشهری و عزیز شهر کابل است که جدا مسئله را رعایت کنند. ما باور کنید هفته قبل وقتی که پروسه مسدودسازی حمام ها شروع شد، با یک حمام رفتیم از عقب دروازه قفل زدگی بود، اما داخل حمام متاسفانه چند نفر آمده بودن بر حمام که حمام هم توصیه اخطار دید و هم جریمه شد. یعنی بحث در عزیز و روزانه ده ها تلفن، ده ها مراجعین همشهری های ما میان که تقاضا را دارن مراسم عروسی داشته باشن. خواهش ما است که همشهری های ما جدا جدا رعایت بکنن این پروسه را تا زمانی که بتونیم به یک وضعیت بهتر برسیم. درست. در نشست امروز آقای غنی گفته که به مردم اطمینان داده شود که تا حال که صحبت میکنیم برای جمهور صحبت میکردم موج سوم کرونا درست مدیریت شده. درست مدیریت شده. اگر همین قدم هایی را که همکار ما از وزارت محترم صحت عامه صحبت کردن قدم به قدم تمام مواردی که نیاز بود دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق اونم راهنمود، مطابق هم نقشه راهی که بر مبارزه با شیوع کرونا داشتن پیش رفتن و ما یقین دارم که انشاءالله قسمی که رئیس جلالت ما رئیس محترم جمهور گفتن دولت افغانستان با هماهنگی و با وضعیت بهتر نظر به موج اول کرونا شیوع ویروس کرونا ما هم داخل اقدام شده و انشاءالله یقینا با وزارت محترم صحت عامه بیشتر بتن. ما هم من حیث نهاد همکار آرزومند هستیم که بتانیم به زودی پروسه را طی کنیم مرحله دشواره. بسیار خوب. در بحث تدابیر پیشنهاد مشخص دارین تغییر به میان به شما کارهای فرهنگی و مسائل امور اجتماعی را پیش میبرین، چی میتونین کرده به خاطر جلوگیری از شتاب حداقل در انتشار ویروس؟ مهمترین کاری را که ما میتونیم از دید شاروالی کابل فقط بحث خواهش از همشهری های ما است که جدن کرونا را جدی بگیرن. متاسفانه جدی گرفتن کرونا در بسیاری موارد وقتی ما میبینیم، وقتی صحبت میکنیم در مجالس با اصناف داریم میپذیرن، اما در عمل وقتی در شهر بازار میبینیم جدی روایت نمیشه. فقط خواهش ما است که همشهری های عزیز ما و در مجموعه متنای ما این مسئله را جدی بگیرن. درست. جدیت محدود به پوشیدن ماسک و نرفتن به جاهای مزدحم پوشیدن ماسک و رعایت حفظ الصحه، تمام این مسائلی است که باید ما رعایت کنیم. درست. بسیار خوب. آقای نظری، شما موافق هستین با رئیس جمهور میتونین اطمینان داده به مردم که تا حال موج سوم ویروس کرونا درست مدیریت شده؟ من فکر میکنم به خاطر از اینکه می اطمینان را خود مردم ما داشته باشن، برای یک دفعه یک سال قبل پیش برن در حافظه خود و ببینن که در موج اول کرونا چی هیاهوی بپا شده بود. تنها با حداقل کمتر از 7 برابر تعداد واقعات امروز و مردم در چی یک وضعیت به سر می بردن، شفاخانه های ما چی مشکلاتی داشتن، چالش هایی که ما در اون مقطع از زمان داشتیم چقدر بود و در جریان یک سال گذشته دولت افغانستان و سکتور صحت افغانستان چقدر آمادگی ها را گرفته که امروز با 7 برابر تعداد واقعات اندک شکایات را شما در از مردم درست. و کوتاه تصامیم آینده که آقای غنی گفته باید گرفته شوند و متناسب با وضع چه است؟ چه تصمیم باید گرفته شود؟ اما قسم که من گفتم پلان مبارزه با موج سوم کرونا قدم های مشخصی را گفتم. ما تمام استپ ها و قدم هایی که نیاز باشه به خاطر وضع محدودیت، به خاطر جلوگیری از انتشار کرونا و عرضه خدمات صحی در افغانستان را برخواهد داشتیم و جلالت مام رئیس جمهور این موضوع را با ما همکاری همه جانبه و آمادگی حکومت را نشان داده.
درست. تشکر بسیار دکتر صاحب دستگیر، نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و محمد فاضل شریفی معین امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری کابل، از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های گرامی که تا به آن همراهی ما کردن. توصیه های بهداشتی مقام های محلی و مرکزی را هم به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در موج سوم رعایت بکنیم.